شما اخیراً در مقاله این نظریه رو مطرح کردین که حملات به مدارس از جانب بالاترین سطوح نظام تصمیم گیری و اجرا میشه. چطور به این نتیجه رسیدید و آیا مستنداتی دارین در این رابطه؟ با درود. یک سری از علائم و شاخصها در اتفاقی که داره روی میده هست که نشون میده این یک کار حرفه‌ایه، یک کار سازمان یافته هستش، یک کار مدیریت شده است و این فقط از در کف نهادهایی که واقعا باید بسیار قدرت و امکانات داشته باشن برمیادش و کار آماتور و غیر حرفه‌ای نیستش. به طور مثال میتونیم اشاره بکنیم اولا به موادی که داره مورد استفاده قرار میگیره که برخی از اطلاعات پراکنده‌ای که به دست اومده نشون میده این مواد ترکیبی با دوز مخصوصی ساخته شده و به نظر میرسه که فقط یک کار آزمایشگاهی باشه، بنابراین چیزی نیستش که هر کسی بتونه هر جایی تهیه کنه. ترکیب این مواد اولین نکته یک توجه رو جلب میکنه به سمت یک کار حرفه‌ای. دومی که نوع عملیاتی که صورت گرفته باز هم از درجه بسیار بالایی از توانمندی عملیاتی برخوردار، مدیریت پشتش هست، فرماندهی پشتش هست، هماهنگی وجود داره، استفاده کردن به طور مثال در برخی از موارد از پهپادهایی که این گازها رو اسپری می‌کردن در مدارس، خود این نشون دهنده اینه که باز هم یه تیم حرفه‌ای پشت این قضیه است. و دیگری هم که اشاره شد در صحبت‌هایی که داشتید این پوشش اطلاعاتی و امنیتی که اینها داشتن، چنانچه می‌بینید بعد از چندین ماه و به ویژه در این دو هفته اخیر هنوز خبر از هیچ گونه اطلاعات مشخصی در مورد آمران، عاملان و کسانی که دستن در کار هستند. مجموع اینها رو بذاریم کنار هم نشون دهنده اینه که یه کار حرفه‌ای داره صورت میگیره، رانت اطلاعاتی داره، پوشش امنیتی داره، پوشش خبری داره و همینطور عدم درز هیچ گونه خبر و اطلاعی که بتونه این نقشه رو به هم بزنه و همه اینها این ایده رو به وجود میاره که کار به صورت سازمان یافته از طرف بالاترین نهادهای امنیتی اطلاعاتی داره انجام میگیره و با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی، ساختار حاکمیت، ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که این داره از برخی از لایه‌های بالای حاکمیت نشأت میگیره.